سرخط خبرها. پنتاگون: روسیه دلیل خروج ما از افغانستان است. وزارت امور داخله: 4 خبرنگار در قندهار به اتهام تبلیغ به نفع طالبان بازداشت شدند. اعتراضات باشندگان تخار وارد 7th روز شد. طالقان همچنان در آتش جنگ می سوزد و همچنان در پایان. بهترین تحفه محمد اشرف غنی به حسیب آخونزاده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. وزارت دفاع آمریکا طی بیانیه روسیه و چین را دلیل خروج نیروهایش از افغانستان می‌داند. با گزارش اسپوتنیک، جنرال جان هایتن، معاون لیدرسیز مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در کنفرانس خبری در دانشگاه فناوری پیشرفته اظهار داشته است که ایالات متحده نیروهای خود را از عراق خارج می کند، زیرا ایالات متحده باید تمرکز خود را بر تهدیدهای روسیه و چین بگذارد. هایتن گفت: خطر اصلی در دراز مدت برای ملیت‌ها چین و کوتاه مدت روسیه است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که اهداف خود را بر روی آنها متمرکز می کنیم. در عین حال وی می افزاید که برای تایید این خبر منتظر اعلامیه کاخ سفید است. معاون اول روی دریسیز مشترک نیروهای مسلح آمریکا می گوید که اوضاع پیش آمده در افغانستان و عراق نشان دهنده خبرهای ناگوار برای خاورمیانه است و آمریکا باید برای حل مشکلات آنها اقدام کند. وی خاطر نشان کرد که ایالات متحده اوضاع در خاورمیانه را با تمام قوت نظاره خواهد کرد. وزارت امور داخله: 4 خبرنگار در قندهار به اتهام تبلیغ به نفع طالبان بازداشت شدند. 8 صبح، کابل. وزارت امور داخله در واکنش به اعلامیه نهادهای عامی رسانه‌ها مبنی بر آزادی 4 خبرنگار بازداشت شده در قندهار گفته است که این خبرنگاران به نفع طالبان و بر ضد نظام تبلیغات می‌کردند. میرویس استانکزای، سخنگوی وزارت امور داخله، روز 3 شنبه 5 صد به روزنامه 8 صبح گفت که این خبرنگاران در تلاش بودند تا جنایت را که طالبان در اسپین بولک قندهار انجام دادند و او را نه بازتاب دهند. استانکزای افزود که این خبرنگاران از قندهار به کابل منتقل شده و امنیت ملی روی پرونده آنان تحقیق می کند. پیشتر نهادهای جامعه رسانه ها بازداشت این خبرنگاران را خلاف قانون دانسته بودند و از دولت خواسته بودند تا هر چی زودتر آنان را آزاد کند. اعتراضات باشندگان تخار وارد 7th روز شد. طالقان همچنان در آتش جنگ می سوزد. 8 صبح، کابل. اعتراضات باشندگان تخار در کابل در پیوند به نبردهای شدید در این ولایت وارد 7th روز شد. اعتراض کنندگان از وضعیت بد امنیتی در این ولایت و نبرد شدید در حومه های شهر طالقان خبر می دهند. میرالله روحانی، یک تن از اعتراض کنندگان، روز 3 شنبه 5 صد به روزنامه 8 صبح گفت: برغم این که 7 روز از برپایی خیمه تحسان زمان گذشته، اما تغییر در وضعیت جنگ تخار به وجود نیامده است. به گفته او، از 15 روز به این سو جنگ در اطراف شهر طالقان به شدت ادامه دارد و شمار زیاد از مردم از خانه هایشان بیجا شدند. این معترض هشدار داد که همه ولسوالی های تخار به دست طالبان افتاده است و شهر طالقان، مرکز این ولایت، نیز در خطر سقوط قرار دارد. روحانی افزود که پس از آغاز اعتراضات باشندگان تخار در کابل، شمار از مقامات با آنان وعده داده بودند که وضعیت امنیتی این ولایت به زودی تغییر می کند و ولسوالی های از دست رفته دوباره تصرف می شود. با گفته او، اکنون 1 هفته از این وعده ها گذشته، اما عملیات برای بازگیری ولسوالی ها و بهبود امنیت این ولایت رو اندازی نشده است. پیشتر امرالله صالح در واکنش به اعتراضات باشندگان تخار گفته بود که به جای اعتراض، قطعه نظامی تشکیل دهند و علی طالبان بجنگند. به نقل از فیسبوک رسمی بشیر احمد قاسانی: حسیب آخونزاده، فرمانده لوای ارتش در بادغیس که در جلوگیری از سقوط این ولایت نقش برجسته داشت، رتبه جنرالی دریافت کرد. خبرهای مهم جهان: پیشنهاد میلیاردر آمریکایی برای پرداخت هزینه های ناسا.
میلیاردر آمریکایی جف بزوس در ازای مشارکت در برنامه ما پیشنهاد پرداخت هزینه‌های ناسا را داد. جف بزوس، بنیانگذار آمازون، در نامه سرگشاده به ناسا پیشنهاد کرده تا در ازای پرداخت چند میلیارد دلاری به این سازمان، شرکت بلوریجن بتواند در ماموریت‌های سفر به ما شرکت کند. این در حالی است که احتمال دارد ناسا برای ماموریت سفر به ما با کمبود بودجه روبرو شود، بخصوص در بخش سیستم‌های فرود انسانی. بزوس پیشنهاد کرده تا شکاف مالی سازمان را پر کند. به طور دقیق ثروتمندترین مرد جهان به ناسا پیشنهاد کرده تا 2 سال مالی آینده تمام پرداخت‌ها تا سقف 2 میلیارد دلار را انجام دهد تا این طرح دوباره فعال شود. در ماه اپریل ناسا تای قرارداد به ارزش تقریب 3 میلیارد دلار ساخت پایگاه ما را به اسپیس ایکس واگذار کرد که این امر به اعتراض بلوریجن منجر شد. بزوس در نامه خود هشدار داده، قرارداد ناسا با اسپیس ایکس سبب شده رقابت در حوزه پروازهای تجاری از بین برود و چنین اقدام برخلاف برنامه های فضایی تجاری موفقیت آمیز این سازمان بوده است. این در حالی است که بلوریجن سیستم برای فرود روی ما طراحی کرده که می توان آن را با کمک موشک های مختلف از جمله فالکون هوی SLS، ولکان و نیوگلن به فضا پرتاب کرد و تصمیم ناسا به حذف این شرکت از رقابت منجر به حفظ مزایای سیستم مذکور شد. از سوی دیگر سیستم پرتاب اسپیس ایکس برای اسار لندر با ما نیازمند 10 بار پرتاب موشک استارشیپ است. البته ناسا هنوز به این نامه پاسخ نداده است. صدها نظامی روسیه در تمرینات 3 جانبه در تاجیکستان شرکت می کنند. حدود 1000 سرباز روسی در تمرینات 3 جانبه در تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان شرکت خواهند کرد. با گزارش اسپوتنیک بر اساس خبرنامه منطقه نظامی مرکزی روسیه، حدود 1000 سرباز روسی در تمرینات 3 جانبه در تاجیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان شرکت خواهند کرد. در این بیانیه آمده است حدود 1000 سرباز روسی در تمرین تاکتیکی 3 جانبه نیروهای نظامی ازبکستان و تاجیکستان که از 5 تا 10 اگست در جنوب تاجیکستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد. این تمرینات در محل تمرینی که به نام حرب میدان مسمی است در 3 مرحله برگزار می شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.